بیار دخترم. البته این کارا رو عروسا باید انجام بدن که بتونن دعای خیر مادر شوهرشون رو بگیرن و خوشحالش کنن. این واسه مادر شوهرای دیگه است. شما که دعای خیر بلد نیستین. کاراتون رو انجام دادیم، دعای خیرتون هم دیدیم. این دیگه چیه؟ تلخه، مثل زهر ماره. مامان الان این مهم نیست. مسئله مهم آزراه که به خاطرش اینجا جمع شدیم. شما مار تو آستین پرورش دادیم، میخواد شما رو به دادگاه بکشونه. من که میگم طلاقش بدین و بندازینش بیرون، بعد میبینه زندگی چطوریه. دخترم حرف از فروش خونه میزنه. اون دختره نحس تو این خونه سهم برابر داره. مامان سند به اسم ماه. به این راحتی ها که نمیتونه خونه رو بگیره. باید اول کلی پول وکیل بده، اونم که هیچی نداره. طلاهاشم که داده به ما، پس اندازم که نداره. اگه بره تو خیابون گدایی هم بکنه بازم نمیتونه پول وکیل رو جور کنه. ببین داداش، من میگم اینو زودتر طلاقش بده، آواره خیابونا بشه. اصلا ببینم اونو میخوای چیکار؟ هم زن داری هم بچه، خوشبختم که هستی، بیندازش تو کوچه. اگه وکیل پیدا کرد چی؟ از خونه بیرونمون میکنه. ای بابا مامان چه حرفایی میزنی؟ تو دادگاه و این چیزا آدما میمیرن ولی به حقشون نمیرسن. آخه حق و انصاف دیگه کجا بود؟ دادگاه همش الکیه، وقت تلف کردنه. تازه مامان برای بردن پرونده باید یک عالمه پول خرج کنه، خیلی زیاد. این وکیلای ارزون که نمیتونن پرونده رو ببرن. خب آخه ما چرا بریم دادگاه؟ چرا پولمون الکی واسه وکیل خرج کنیم؟ اوف مامان من، این دختره نمیره دادگاه، داره الکی میگه، دروغ میگه. در ضمن تو کشوری که مردمش نون شب ندارن وکیل مفت از کجا پیدا میشه؟ داداش من که میگم بسم الله بگو. میرم این دختره رو صدا بزنم، یا نه خودت زودتر برو بالا و طلاقش بده. به چی فکر میکنی پسرم؟ بلند شو، حداقل از شر یکیش خودتو خلاص کن. چیو نگاه میکنی؟ من که حرفمو رک میگم، حالا چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد. عروس کنار شوهرش میمونه که به مادر شوهرش خدمت کنه. برو پسرم، صداش بزن و تمومش کن. همین. هنا برو صداش بزن، شاهمیر طلاقش میده. هنا وایسا، لازم نیست جایی بری و کسی رو صدا کنی. چرا لازم نیست پسرم؟ اون فتنه زندگی رو برامون جهنم کرده. تمامش کن دیگه، ما هم یه نفس راحت بکشیم. اون دوتا راست میگن. اگه شاهمیر منو طلاق بده و از خونه بیرونم کنه چیکار کنم؟ کجا برم؟ کجا بمونم؟ پشت در کی بشینم؟ چطوری حقمو بگیرم؟ همه دارن درست میگن. وقتی اون تو زندگی جایی نداره پس چرا به زور اینجا نگهش داشتی؟ داره تهدید میکنه که میره دادگاه، میخواد به خاطر ازدواج ما شکایت کنه. واسه گرفتن ارث و میراث تهدیدمون میکنه. اون وقت تو هنوزم داری فکر میکنی شاهمیر؟ شاهمیر خودش اومد، طلاقش بده. بذار بره ازمون شکایت کنه، ما هم اینجا دست بسته منتظر نشستیم. برو ارثتو پس بگیر دختر جون. منو تهدید میکنه. عجب، هنوزم یه ذره شرم داری. تو چشمام نگاه نمی کنی. تو طلاق میخوای؟ این تنها چیزیه که اگه ازت بخوام فوری به هم میدیش، مگه نه؟ دروغ میگم؟ تو نمیتونی این حرفای تلخو تموم کنی؟ بس دیگه. نکنه توقع داری که حرفای عاشقانه بزنم؟ تو لیاقت شنیدن اون حرفا رم نداشتی. از همه خانواده از رفتارت خسته شده. همه میخوان آرامش داشته باشن. همین. واسه همین میخوای منو طلاق بدی؟ باشه. به مادر و خواهرات بگو که طلاهای منو پس بدن. تا موقعی که خونه فروش بره من اینجا میمونم. وقتی که فروختیش سهممو میگیرم و از اینجا میرم. اوه، پس برو اونم از دادگاه بگیر. ما که بهت نمیدیم. تصمیم آخرا قاضی میگیره خانم. چیو نگاه میکنی شاهمیر؟ دستشو بگیر و از این خونه بندازش بیرون. واسه من ادعای ارث و میراث میکنه. چطوری بندازه بیرون؟ منم تو این خونه مثل شما سهم دارم. برو حقتو از دادگاهت بگیر. ما دیگه نمیذاریم اینجا بمونی. وقتی برگه دادگاه آوردی اون وقت بیا و اینجا زندگی کن. ببینم شاهمیر، معلومه چت شده؟ طلاقش بده و راحتمون کن. تو چرا ساکتی؟ تو هم یه چیزی بگو. ازم خجالت میکشی؟ لازم نیست من چیزی بگم. رفتار و گفتار خودت همه چیو میگی. داداش شاهمیر، طلاقش بده تمومش کن دیگه. خودتو از این اونخور اضافی راحت میکنی. تو ساکت باش. پس میخوای بری دادگاه؟ طلاقم بدی میرم دادگاه. نفقه هم ندی میرم دادگاه. و فکر میکنی با دادگاه رفتم میتونی دوباره دلمو به دست بیاری؟ آره؟ باور کن اگه دادگاهی بود که حکم عدالت در محبت رو میداد، حکمی که برای تو صادر میشد حداقلش مرگ بود. ولی الان محبت تو نمیخوام. این دفعه حقمو میخوام. اگه مردی لااقل این جنگو با شرافت ببر. به مامان و خواهرات بگو طلاهامو پس بدن که بتونم خرج خودمو بدم. تو چقدر پول میخوای؟ چی شده شاهمیر؟ چی میگی؟ من با آزرا حرف میزنم. بگو چقدر میخوای آزرا؟ 3 وعده غذای بیمنت میخوام و 10,000 تا خرجی. بگیر.